همه ما ممکنه با یه سیستم عامل راضی نشیم خیلی ها باید چند تا سیستم عامل روی سیستمشون داشته باشن یعنی در کنار ویندوزشون لینوکس های متفاوتی رو هم داشته باشن خب مثلا یه بار میره تو اوبونتو یه بار میره تو کالی یه بار میره تو منجارو و با هر سیستم عاملی یه کاری انجام میده اگر شما از اون دسته از افرادی باشین که چند تا سیستم عامل روی یه دونه کامپیوترتون دارید این صفحه‌ای که الان جلوی من هستش رو درصد در تجربه کردیم و دیدین قبلا الان من در کنار ویندوزم یه دونه اوبونتو هم نصب کردم اما دقت بکنید اومدم ترتیب ورود به سیستم عامل ها رو اینجا عوض کردم و این چیزی هستش که میخوام الان بهتون یاد بدم سلام امیر معلمی هستم از سایت نابغا دوستان برای کمک به الگوریتم یوتیوب لایک و کامنت فراموش نشه سابسکرایب میکنید نوتیفیکیشن بیل رو هم فعال بکنید بریم سراغ درس ببینید دوستان به صورت دیفالت شما وقتی ویندوز رو نصب میکنید بعد از ویندوز میان چیکار میکنید یه اوبونتو نصب میکنید یه کالی نصب میکنید یه منجارو نصب میکنید خب گراب اون لینوکس ها میاد جایگزین گراب ویندوز میشه در نتیجه ویندوز میاد یه پله پایین و مثلا اوبونتو این که نصب کردید میاد بالا قرار میگیره در نتیجه وقتی کامپیوترتون رو روشن میکنید اولین سیستم به صورت دیفالت سیستم آخری هستش که نصب کردید یعنی چی اوبونتو حالا ممکنه یه یعنی نفر کالی نصب کرده باشی یعنی این بوت اوردری که الان اینجا دارید میبینید اولین لینوکسی که برای شما دارم یا من اینا رو الان رفتم عوضش کردم برای شما به این شکل نیست و الان میخوایم در اصل اینو عوضش بکنیم شما اولین چیزی, چیزی که میبینید آخرین چیزی هستش که نصب کردید یعنی اگر کالی رو نصب کرده باشید این اولین گزینهتون کالی لینوکس میاد دومین گزینهتون ویندوز میاد خب خیلی ها شاید اینو دوست نداشته باشن دوست دارن اگر دست به کیبورد نزدن و مثلا این 10 ثانیه شمرد بعد از 10 ثانیه به صورت دیفالت بره تو ویندوز نره تو کالی نره تو اوبونتو نره توی فلان بعضی وقتام هستش که من چند تا سیستم عامل دارم یعنی کالی اوبونتو منجارو آموزش همه اینها توی کانالمون هست برید ببینید سه تا لینوکس رو ما نصب بریم توی آموزش توی کانال کانالمون هست بریم ببینید مثلا میخوام اولین گزینه من منجارو باشه دومیش ویندوز باشه سومیش اوبونتو باشه در اصل میخوام بوت اوردر رو عوض بکنم ترتیب این چیزایی که الان دارید میبینید رو میخوام عوض بکنم بریم با هم ببینیم که چطوری میشه این کارو انجام داد برای اینکه این کارو انجام بدیم اول از همه باید بریم توی مون یا اون لینوکسی که شما نصب کردید خب من اینجا لینوکسی که نصب کردم اوبونتو هستش از منوی حالا منویی که داره بهم نمایش میده سیستم عامل اوبونتو رو انتخاب میکنم اینتر میزنم و وارد سیستم عامل اوبونتو میشم می میکنم سیستم بالا بیاد و برمیگردم همونطور که میبینید سیستم عامل من بالا اومد اوبونتوی من بالا اومد ترمینال رو اولین کاری که باید انجام بدم اینه که ترمینال رو باز بکنم اگر این گوشه ندیدید از این قسمت شو اپلیکیشن بزنید و این قسمت ترمینال رو پیدا بکنید سرچ بکنید و روش کلیک بکنید ترمینال براتون باز میشه من یکم بزرگش میکنم که حالا یکم بیشتر بزرگ شد انقدر کافیه خب اولین کاری که شما باید انجام بدید بعد از باز شدن ترمینال اینه که تایپ بکنید سودو apt update ازتون پسورد میخواد پسورد رو وارد بکنید و اینتر رو بزنید چون من این کار از قبل انجام دادم که سرعت یه مقدار بره بالا دیگه از من پسورد نخواست ولی از شما پسورد خود پسوردتون رو بزنید بعدش کلیر میکنم بعدش از دستور sudo apt install grab خط تیره customizer استفاده میکنم و اینتر رو میزنم چون از قبل نصبش کردم اینا رو به من نمایش میده ولی برای شما احتمالا یه یه میاره که بعد یه وای تایپ بکنید یا میتونید حتی اینتر رو بزنید بعد از اینکه نصب شد ترمینال رو میبندید اینم لازم نیست دوباره توی شو اپلیکیشن میرید و تایپ میکنید گراب گراب کاستومایزر گراب کاستومایزر رو روش کلیک میکنید از اون پسورد میخواد پسورد سیستمتون رو وارد میکنید و برنامهش براتون باز میشه بعد از اینکه برنامهش براتون باز شد به قسمت جنرال سیتینگ برین از قسمتی که نوشته پیری فایند ببینید دقت کرده نه نمیدونم خاطرتون هست یا نه دقت کردین یا نه تو اون صفحه که دیدین ویندوز اول بود و بعد دومین گزینه اوبونتو بود خب من میتونم اینجا عوضش بکنم اوبونتو رو اول انتخاب بکنم و بعدیش ویندوز باشه اینجا بقیه موارد هم میتونید عوض بکنید ولی شدیدا توصیه میکنم که این کارو انجام ندید حالا چون ممکن اگه چیزی رو بلد نباشید و یا چیزی رو اشتباه تغییر بدید مشکلات عجیب غریب دیگه ای پیش بیاد که بعد خیلی کارهای عجیب غریب دیگه ای بکنید مثلا دیفالت اینتری 10 ثانیه گفته من 10 ثانیه ساب میکنم اگر کلیدی از تو دریافت نکردم به صورت دیفالت وارد اوبونتو میشم و اون دیفالتش میتونه یعنی میتونی شما میتونید عوضش بکنید بگید مثلا جارو باشه اگه شما سه تا سیستم عامل نصب کرده باشید سه تاشو اینجا بهتون نشون میده که اوبونتو و ویندوز دو تا سیستم عاملی هستش که من نصب کردم و مثلا چون ویندوزو دیدین اول ویندوز بود حالا اوبونتو رو انتخاب میکنم بعد از اینکه این کار انجام دادم سیو رو میزنم سب میکنم این کارش انجام بشه بعد از اینکه این کار انجام داد ریستارتش میکنم تا ببینیم که این تغییرات اعمال شده یا نشده خب دقت بکنید اینجا رو ترتیبش رو عوض نکرد ولی اومد چیکار کرد یعنی این اوبونتو رو برد خط اول ویندوز رو بیاره خط دوم ولی کاری که انجام داد اینه که به محض اینکه سیستم رو روشن کردیم ریستارت کردیم خودش اومد رو دومی وایساد و خب این نشون میده که تغییراتی که ما اعمال کردیم اینجا به درستی اعمال شده درست شده ولی حالا جاشون رو عوض نکره بذار من یه بار دیگه میرم تو اوبونتو ببینم میتونم جاشون رو عوض بکنم یا نه خب لینوکسمون که بالا اومد بباره میریم تو قسمت شو اپلیکیشن گراب کاستومایزر پسورد رو میزنیم و تو قسمت جنرال سeting دیفان که خب روی اوبونتو هستش داره لود میکنه خب لود شد رو اوبونتو هستش اینجا بتونید رنگ و چیزهای دیگرش رو عوض بکنی لیست کانفیگوریشن آها ببینید ببین اینجا احتمال خیلی زیاد از این قسمت بتونید اون ترتیبش رو هم عوض بکنید ببینید تو این قسمت ما گفتیم برو دیفالت روی اوبونتو و این اتفاق هم افتاد ولی اگر خواستم اوبونتو بیاد رتبه اول قرار بگیره یعنی روی به قول معروف حالت اولین گزینه من انتخاب قرار بگیره رو اوبونتو کلیک میکنم و میارمش بالا احتمال 99 درصد این دیگه بعد اون کاری که ما میخوایم رو انجام بده بعدش هم من سیف میکنم و بعد از اینکه سیف کردم یک بار دیگه ریستارتش میکنم با قسمت پاور آف ریستارت و بعد از اینکه ریستارت کردیم احتمالا اون حالت باید برای ما درست شده باشه آره خداقل اول دقت کرده باشین اول ویدیو رو ویندوز بالا بود اوبونتو پایین ولی الان اوبونتو رو هم آوردیم بالا از طرفی به صورت دیفالت هم اوبونتو انتخاب شده بود یعنی گزینه دوم دیگه نبود اوبونتو بود و اگه من کلیک نمی کردم اینو عوض نمی کردم بعد از ده ثانیه خودش میرفت توی اوبونتو خب اینم از حل این مشکل امیدوارم که به درتون خورده باشه حتما لایک بکنید کامنت بذارید هر چقدر لایک و کامنت بالاتر بره بالاتر باشه خب یوتیوب یه حساب دیگه رو این ویدیوها باز میکنه میگه این ویدیوها کاربردیه به درد بخوره بذار به چهار نفر دیگه هم نشون بدم چهار نفر دیگه هم میبینم مشکلشون حل میشه من که میدونم شما تنها هستین کسی رو ندارین اینا رو واسه به اشتراک بذارین دوستاتون همه تو کار هنر رو خیاطی و, و اینجور چیزا هستن و تنها کامپیوتری توی فامیل شما هستید پس حالا که کسی ها ندارید کامپیوتری البته ندارید توی خونتون دوست و آشنا دوستای مدرسه هیچکی نیست حداقلش اینه که این ویدیو رو لایک بکنید و کامنت بکنید شوخی میکنم حرفا رو قسمت لایک و کامنت رو شوخی نگردم حتما لایک و کامنت بذارید بکنید و سابسکرایب و نوتیفیکیشن بل رو هم فراموش نکنید هر چند لینوکس خواستین حرفه یاد بگیرین کجا باید برین دیگه همه میدونن نابغه ها دات کام حتما سر بزنید و مطمئن باشین که تاییش میکنید صحبت دیگه نیمونه خدا نگهدار